روز همه که تو خوش مناظر ماجدی هستم. از دیروز یک خبر وحشتناک توی دنیای مجازی پخش شده و خشم و نفرت بسیاری رو برانگیخته به حق. به حق. یه قتل ناموسیه که تو جامعه ایران نسبتا متداوله یعنی حتی اگر فرض کنید بیستام توی سال اتفاق بیفته میگن متداوله برای اینکه یه چیز عادی مثل دزدی نیست قتل ناموسی هزار جور چرک و عفونت جامعه ای رو که تحت سلطه عقب مونده ترین ها و جنایت کار ترین حکومت قرار داره رو میگه بیرون. اینکه چگونه یه ایدولوژی چگونه یک حکومت میتونه چنین جنایاتی رو پرورش بده رشد بده و تو جامعه بعضا عادی جلوه بکنه بسیاری به حق از دست اون پدر عصبانی هن. چگونه یک انسان میتونه با داست سر بچهشو بزنه سر دختر چهار دست رو بزنه تو مخیلی آدم نمی گنجه. بسیاری از اون مرد دیگه عصبانی که چطوری تو سی و پنج ساله با دختر سیزده ساله اونم تا تازه چند ساله رابطه داشتی حتی رابطه جنسی برقرار نکرده بوده تا اونجایی که همه دارن راجبش حرف میزنن ولی یه رابطه بینشون بوده که هر دو فکر میکردن رابطه عشقیه و میخواستن با هم زندگی بکنن پدوفیلی مقوله ای که الان تو جامعه مدرن به عنوان پدوفیلی شناخته میشه ولی ایدولوژی که تو اون جامعه حاکمه که مردم رو داره تیکه تیکه میکنه رهبرش پدوفیل بوده چرا اینا رو میگم؟ میخوام بگم باید این واقعه تراژیک رو توی متن خودش دید و توی متن خودش نفرت رو بیرون ریخت و تو متن خودش راهیابی کرد اگر این اتفاق توی انگلیس افتاده بود توی خونواده عقب مونده اسلام زده یا هر چیز دیگه ای خونواده های متعصب یهودی هم این کارو میکنن عقب موندگی قطعا شما اون مرد رو به عنوان پدوفیل باید بازداشت میکردید پدر رو باید بازداشت میکردید هر دو تاشون رو محاکمه میکردید ولی ما تو قبل زندگی نمیکنیم توی جامعه ای که دموکراسی توش حاکمه یه سری مقولاتی به عنوان مقولات حاکم تو جامعه پذیرفته شده مثل پدوفیلی دارید راجه به ایران حرف میزنید که یک فرهنگ و ایدولوژی عقب مونده و کثیف که تمام این عفونت ها رو قانونی و سواب میدونه حرف میزنید درسته تو جامعه ترند بسیار بسیار مخالف وجود داره که میجنگه با این عقب موندگی ها که برای آزادی که برای زدن تمام این کسافت و عفونت و لجن مذهب داره مبارزه میکنه وجود داره و این اون چیزی هست در مورد جامعه ایران که به انسان امید میده به همین خاطر هست که اینقدر توی روستایی توی گیلان انجام میگیره و بلافاصله به مهمترین خبر دنیای مجازی که ایرانی ها دارن تبدیل میشه چرا اینجوریه؟ چرا یه قطع ناموسی به این خبر مهم بدل میشه به خاطر اینکه توی جامعه ایران یه جنبش و یه اپوزیسیون قوی ضد مذهب ضد عقبوندگی ضد اسلام ضد زنستیزی ضد زن کودک آزاری وجود داره که می جنگه و به همین خاطر این خبر مهم میشه این اون سکه است که مهمه و ما باید روی این جنبش تکه, تکه, بکنیم برای که بتونیم تمام این کسافات رو و تمام این لجن رو از جامعه لایروبی بکنیم این واقعه منو یاد تراژدی های کلاسیک یونانی میندازه چرا چون یه سری قهرمان داستان خارج از اراده خودش و کنترل خودش وارد یک واقعی تراژیک میشه که اون وقت دست خداها در اون سهم داره از انسان در برابر خداها و سرنوشت به این معنا میاد اینم من همینطور میبینم اون پدر چقدر باید از خود بیگانه شده باشه که بتونه از روی خشم و نفرت به خاطر عقاید عقب مونده و یه مذهب کسافت عقب مونده داست بزنه به گردن دخترش این واقعیت اون جامعه است آیا هیچ پدری میتونه این کارو بکنه؟ چطوری میشه یه پدری این چنین به دیف بدل میشه؟ چی میتونه یک انسان رو به این پلیدی و جنایت بکشونه؟ تصویری که انسان به طور عادی از پدر داره به تصویر یک انسان مهربون که حاضر به خاطر خوشبختی بچهش دست به هر کاری بزنه لاغل این تصور حتی ایدالیزه شده هست ولی از پدر اینه ولی شما با یه همچین پدری روبرو میشید و به خاطر غرور و به خاطر ناموس دختر سیزده چارده سالش رو گردن میزنه چه جامعه ای میتونه یک انسان رو به اینجا بکشونه به این باید فکر کرد به جای اینکه هر چقدر میخواید بهش فش بدید من کاری ندارم قطعا من ت... خواهان مجازات این آدم توسط جمهوری اسلامی نخواهم شد من خواهان مجازات اهلی توسط جمهوری اسلامی نمیشم جمهوری اسلامی رو باید به زیر کشید نباید قدرتش رو با درخواست مجازات برش مهره اعتبار زد نه این رژیم و از نظر ما بی اعتباره و باید به زیر کشیده بشه دوستای خودش رو محاکمه کنه ولی آدم های عادی رو میخوایم بسپریم دست اون این،, این مرد این پدر بزرگترین جنایت دنیا رو انجام داده ولی من خواهان مجازاتش توسط جمهوری اسلامی نیستم اگه اینو بگم ممکنه یه دستبانی بشم ولی واقعیت این مرد خودش قربانی این جامعه و قربانی این ایدولوژی و قربانی این حکومته این مرد از زیر بطه عمل نیومده این مرد اگر این نظرات رو درونی کرده و اگر چنین خشم پلیدی توش لونه کرده به خاطر کسافاتی هست که تو اون جامعه وجود داره به خاطر فشاری هست که رو انسان هاست به خاطر فرستادنشون توی یه سری لونه هاست که خشمشون رو باید یه جور بیرون بریزن و خشمشو علیه دخترش بیرون میریزه خشم واقعی که از این جامعه از فشاراش از سختیهاش از بدبختیهاش داره رو سر بچهش سر جگرگوشش خالی میکنه این تراژدیه این تراژدیه این رو باید دید اشک انسان در میاد برای اون دختر چهارده ساله برای پدری که به اینجا میرسه برای مادری که باید این صحنه رو نگاه کنه و برای تمام ما انسانهایی که قلبمون برای انسان هایی که به درد میاد و بعد اون مرد سی و پنج ساله که با رومینا رابطه داشته اینطور که میگن رابطه جنسی با رومینا برقرار نکرده پدوفیلی وقتی که رابطه جنسی برقرار نکرده. ممکنه بگید تلاش داشته که رابطه جنسی برقرار بکنه و این درنچه نیت پدوفیلی داشته پدوفیلی وقتی که رابطه جنسی برقرار میشه تجاوز میشه چه بچه بخواد چه نخواد اگر رابطه جنسی برقرار بشه تجاوز میشه چرا تجاوز میشه به خاطر اینکه زیر سن نمیتونه تصمیم بگیره و نمیتونه اجازه بده اگر بالای 16 سال بود میتونه اجازه بده زیر 16 سال نمیتونه این قوانینی هست که الان تو کشورهای متمدن غربی حاکم. درسته این مرد تا اونجایی که شواهد ازش میگه چیزایی که ما خوندیم پدوفیل لیر نکرده نیتش رو داشته یه بحث دیگه است ولی نکرده این رو هم باید حواسمون باشه اگر داستان درست باشه با دختر فرار کرده دختر رو برده خونه خواهرش گذاشته خودش رفته خونه خودش یعنی حتی شاعبه اگر درست باشه ها من دارم روی این فاکتایی که تو روزنامه خوندم میکنه ممکن دروغ باشه در نتیجه به این آگاه بوده که به این دختر بدون قو... خارج از ق... قوانین و شرع و اینها دست نزنه فکر میکرده باید ازدواج کنه بعدم داشته سیغه میکرده که پلیس گرفتتش در نتیجه تو ذهن خودش نیتش پاک بوده نیتش این نبوده که به یه دختر تجاوز کنه نیتش این بوده که با این دختر ازدواج کنه به من میگه ها حالا چی شد تو داری میگی که این نه میخوام میخوام بریم زیرش رو ببینیم میخوام عمقش رو ببینیم میخوام وضعیت این مردم ببینیم توی جامعه ای زندگی میکنه که اون پیغمبری که بهش اعتقاد داره دختر شیش ساله رو گرفته تو سن هفتاد سالگی اگه قراره به کار خودش ایرادی ببینه باید به کار پیغمبری که بهش اعتقاد داره قبل از هر چیز ایراد بگیره هشت... نزدیک 80 سال سن داشته با دختر 6 ساله ازدواج کرده حکومتی که تو اون جامعه حکم میرونه تمام این کسافت و قوان... را کرده قوانین حاکم بر جامعه تمام این کارهایی که به نظ... الان از نظر ما انسانهای مترقی و مدرن جرم جنایته تو اون جامعه عادیه و تراژدی اینجاست و درد اینجاست که شما میرید و تک تک این آدمهایی رو که خودشون قربانی هستند رو میگیرید در حالی که جنایت تو اون جامعه به طور واقعی توسط این حکومت توسط قوانینش توسط ایدولوژی و مذهبی که تو اون جامعه حاکمه انجام کرد توسط اون اشاعه پیدا کرده توسط اون الان توجیح میشه و همین خاطره که اون پسر رو آزاد میکنن پدر رو هم کاریش نداره قانون جامعه اینطوریه باید خشممون رو به طرف هدف درست نشونه بگیریم خشم و درد و نفرتی که از این واقع تو ما به وجود اومده رو باید به طرف اون هدف اصلی نشونه بگیریم که هیچ نیست جز جمهوری اسلامی که هیچ نیست جز این ایدئولوژی عقب مونده که هیچ نیست جز اسلام و مذهب و کسافاتی که بر اون جامعه حاکم باید از این جسم کنیم یک بار دیگه بعد از این تراژدی رومینا که این رژیم رو باید به زیر بکشیم این رژیم رو با تمام کسافاتش باید به زیر بکشیم این رژیم رو با تمام قوانینش و با تمام ایدئولوژیش باید به زیر بکشیم این اون چیزی هست که باید از این تراژدی بیرون بیاد تا بتونه این تراژدی رو قابل حضم تر کنه زنستیزی ناموس قتل ناموسی کودک آزاری تجاوز به کودک پدوفیلی تمام اینها قوانین حاکم بر اون جامعه است و اون ایدولوژی که کله این آدم ها رو پر از کسافت مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی تنها تو یک جامعه آزاد و برابر و مرفه این جنایات رو این عقب ها رو و این تعفن رو بشکن